بینندگان تلویزیون تیشک درود بر شما با برنامه صفحه دیگر امشب در خدمت میهمان گرامی برنامه جناب آقای شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور موضوعات زیر را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد وضعیت سوریه اجلاس سران جنبش عدم تعهد و توافقنامه مشترک میان دو حزب کردستانی حزب دموکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد به استودی تیشک تیوی خوش آمدید جناب آقای حسینی خیلی ممنون جناب آقای پورکریم پور, کریم. پور کریم. خیلی ممنون از لطف شما و اجازه بدین سلامی داشته باشه خدمت بینندگان عزیز تلویزیون بله. من در خدمتون خواهش منم جناب حسینی همچنان که مطلع هستید وضعیت سوریه همچنان بحرانی است فکر میکنید این بحران به کجا ختم خواهد شد و با توجه به اینکه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران برگزار میشه و بدون شک یکی از بحث های این اجلاس مسئله سوریه خواهد بود و در کنار آن مسئله حقوق بشر در ایران هم مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت آیا فکر می‌کنین تأثیر انقلاب سوریه بر ایران چه خواهد بود و در این اجلاس فکر میکنیم چه نفعی نصیب جمهوری اسلام ایران خواهد شد خدمت و عرض کنم که وضعیت سوریه به کجا خواهد رسید مسئله ای هست که در پیگیری های روزانه به سادگی میتونیم به اون نتیجه برسیم که رژیم بشار اسد رژیمی نخواهد بود که بتواند در سوریه ادامه به حیات خودش بده امروزه دیگه برای مردم مردم سوریه و مردم خاورمیانه و آن تمام دنیا روشن شده که آقای بشار اسد باید کرسی ریاست جمهوریش رو ترک کنه و حکومتش رو تحویل مردم سوریه بده ولی در این میان چه کسانی از این رژیم تا امروز پشتیبانی کردن و رژیم رو دو چندان درنده ترک کردن که سرکوب مردمش ادامه بده این مسئله ای هست که میتونیم در صدر همه این طرف ها به جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم جمهوری اسلامی ایران مخصوصا مرگ خودشو در مرگ بشار اسد ببینه از این نظر تمام قدرت خودشو به کار میبره که بتونه از سرنگونی رژیم بشار اسد به صورتی که تأثیر منفی بر جمهوری اسلامی داشته باشه جلوگیری کنه همین منظور هست که اخیرا هیئتی از مجلس شورای اسلامی ایران قبل از اجلاس به سوریه مسافرت کردند واقعی آقای بروجردی بروجردی مخصوصاً بروجردی مخصوصا که با آقای بشار که صحبت کرده از یک طرح پیشنهادی خودشون با آقای بشار صحبت کردن اگر از ترکیب طرح پیشنهادی آقای بروجردی و جمهوری اسلامی باید بگیم یک نگاهی داشته باشیم به این طرح میبینیم که جمهوری اسلامی به هر عنوانی میخواد در حلقه تماس با اپوزیسیون سوریه و نیروهای مدافع آزادی و دموکراسی در سوریه بمونه که برای اینکه بعد از بشار اسد بتونه پایگاهی برای خودش داشته باشه یعنی اگر بخوام به صورتی که خدمت ارز کنم حتی برای جمهوری اسلامی برای آقای خامنه ای برای بیت رهبری و حکومت جمهوری اسلامی ثابت شده که بشار اسد دیگر نمیتونه ادامه به حیات خودش بده آقای بروجردی در این تر پیشنهاد پیشنهادی داره که یک کیعت یک کمیته تشکیل بشه از کشورهای ترکیه عربستان سعودی مصر ایران و قطر اگر این ترکیب رو نگاه کنیم میبینیم که ترکیه، عربستان سعودی، مصر و قطر طرف هایی بودن که تا امروز با اپوزیسیون سوریه هماهنگی داشتن و کمک کردن ایران میخواد به هر صورتی از خودشو در این قالب قرار بده که بخواد اینکه بتونه در آینده جایی برای خودش داشته باشه ولی تا چه حد این تر و این پیشنهاد از طرف این کشورها و کشورهای غربی قبول بشه این مسئله دیگه هست که من فکر کنم که به هیچ وجه اجازه نمیدن که ایران بار دیگر در همچین حیطه قرار بگیره آیا اپوزیسیون سوری اصلا قبول میکنه که جمهوری اسلام ایران در واقع در این محدوده قرار بگیره به عنوان به هیچ وجه به هیچ وجه تا اونجایی که میبینیم که این روزا شعارهایی که در سوریه داده میشه و مخالفت هایی که با جمهوری با بشار اسد اعلام میشه بلافاصله بعد از اسم آقای بشار اسد جمهوری اسلامی اسم جمهوری اسلامی آورده میشه و این به این معناست که مردم سوریه و اپوزیسیون سوریه و کشورهایی که مدافع دموکراسی و آزادی هستند جمهوری اسلامی رو شریک جرم آقای بشار اسد و حکومت فعلی میدونن به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی در اینجا بتونه رولی انجام بده و فردا در خود سوریه باز هم همان وظایف قبلیش قبلیش رو انجام بده و در تازه رو ایجاد کنه. یعنی فکر می‌کنیم پایگاهی دیگه نخواهد داشت بعد از رژیم بشار اسد جمهوری اسلامی ایران در سوریه. باید نداشته باشه ولی می‌بینیم که امروزه جمهوری اسلامی مشغول سازماندهی نیروهای خودش است برای بعد از جمهور... بعد از آقای بشار اسد. نیروهایی که در اونجا بتونه گروه های مسلحی تشکیل بده که بعد از سرنگونی بشار اسد این گروه ها بتونن عملیات ایزایی در سر تازه سوریه انجام بدن و موانعی در راه در, در, راه استقرار حکومت تازه و حکومت نو ایجاد کنن امروزه اکثر سپاه قدس در سوریه درگیر هستند و قسمتی از این سپاه مشغول سازماندهی هست شما اگه توجه کرده باشین فرمانده سپاه قزوین همین امروز اعلام کرد که ما عملا در سوریه درگیر هستیم درگیر یک جنگ هستیم و تعداد از دوستان ما اسیر شدن در اونجا این چیزی است که اعتراف خود دو... سپاه قدس هست و سپاه پاسداران ایران هست که در سوریه به شدت درگیر هستند و مقامت هایی که جمهوری اسلامیت های امروز کرده فقط به خاطر روزهای بعد از بشار هست که بتونه به صورتی این خط سوریه لبنان و حزب الله را حفظ کنه بتونه در منطقه بالاخره یک چیز برای معاملات در آینده و بدوبستانهایی در آینده داشته باشه و من فکر می کنم که این به هیچ وجه برای جمهوری اسلامی برآورد نخواهد شد بله در مورد اجلاس سران جنبش عدم تعهد آیا فکر میکنی این اجلاس در این اجلاس جمهوری اسلامی ایران میتونه در واقع هم پیمانانی به دست بیاره برای اینکه چون یکی از اه اهداف این اجلاس و جمهوری اسلامی ایران مسئله اتمیش اعلام کرده که در این اجلاس میخواد در واقع پشتیبانانی برای برنامه اتمی خودش در این اجلاس پیدا بکنه آیا فکر میکنید این اجلاس دستاوردی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ اولا باید بدونیم که اون لقبی که به این ترکیب امروز داده میشه لقبی به مسماس کشورهای جنبش عدم تعهد این وجود نداره فعلا میبینیم که مثلا کیا رو دعوت کرده اونجا مصر رو دعوت کرده عربستان سعودی هست قطر هست و کشورهای همشون که خود جمهوری اسلامی از صبح تا شب مرتب میگه این کشورهای وابسته به امپریالیزم هستن بعد حالا کار نداریم که این جمعی که دعوت شدن بعد این اینا کی هستن و مواضعشون در مواقع ضروری چه مواضعی داشتن در تمام جریانات و مواضعی که اینا انتخاب کردن مخصوصا در موارد وضعیت اتمی ایران و حقوق بشر در ایران اینا به ضرر جمهوری اسلامی رأی دادن در نتیجه این جمعی که در اونجا جمع شدن غیر از این که این به یک گردش دوره‌ای هست که برای جنبش عدم تعهد که هر سالی در یک کشور در پایتخت یک از این کشورها این جنبش جلسه خودشو میگیره امسال به تهران برخورد کرده غیر از این هیچ کار دیگه نمیتونه مثلا یکی از خواستهایی که آقای وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که خواسته از کشورهای از این کشورهایی که شرکت در این جلسات داشتند که کاری کنند که کشورهایی که مورد تحریم قدرت ها قرار میگیرند این تحریم اجرا نشه بله. ولی میبینیم که خود همین کشورها یکی از پایگاه اجرای همین تحریما هستن هیچ کدام از این کشورها تا امروز مخالفتی با این تحریما علیه جمهوری اسلامی انجام ندادند. هیچ کدام از این کشورها تا امروز نتونستن یا نخواستن که از برنامه اتمی جمهوری اسلامی دفاع کنند تمام اینا در های شورای امنیت یا قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل یا در هر جای دیگه که وجود داشتن به ضرر جمهوری اسلامی رأی دادن در نتیجه به نظر من جمهوری اسلامی بیشتر میخواد از وجود این جمعی که در تهران هستن به صورت یک ما یک دستاورد تبلیغاتی استفاده کنه خیلی از تبلیغاتی که اونم تبلیغاتی که بیشتر برای داخل ایران خواهد بود که ما همچین چیزی هستیم که اینقدر کشور خارجی اومدن در ایران مهمان هستند و به ایران میان و از این مسائلی که میخواد اینو در خورد مردم داخل ایران بده و مردم امروز هم فهمیدن که جمهوری اسلامی دیگر اون پایگاه و اعتماد بین المللی خودش از دست داده و به عنوان یک کشور منظوی در سطح دنیا شناخته شده در نتیجه فکر نکنم هیچ گونه هیچ گونه دستاوردی برای جمهوری اسلامی داشته باشه غیر از اینکه یک مقدار تبلیغاتی در داخل ایران به راه بیندازه و بعد از اون دستاوردی دیگه ای نخواهد داشت من از گفته های جنوالی چیزی که برداشت کردم در واقع با دعوت از این کشورها جمهوری اسلامی در واقع میخواد در حدی مشروعیتی برای خودش به دست بیاره که جناب اشاره داشتین به اینکه هیچ دستاوردی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت در واقع اجلاس سران عدم تعهد و رژیم سوریه نیست جناب گفتین که رفتنی است و دوام نخواهد آورد مسلم. اما در این میان به ایران برمیگردیم و ای اپوزیسیون ایرانی در تنش های منطقه و وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران داره در چه وضعیتی است اپوزیسیون ایرانی همکنون در چه وضعی قرار داره در شرایط کنونی در مورد سوالتون در مورد مشروعیت اسمبردی مشروع جمهوری اسلامی دنبال مشروعیت برای خودش این مشروعیت رو فقط میخواد برای داخل ایران چون در خارج از کشور مشروعیت جمهوری اسلامی مدت هاست دیگه بعد از اون انزوایی که بعد از اون محاصره اقتصادی بعد از اون حرکاتی که علیه امنیت جهانی انجام داده اون مشروعیت خودشو تقریبا میتونیم بگیم در تا حدود از دست داده و دیگه کسی نی... سراغ جمهوری اسلامی برای همکاری یا برای کار دیگه نخواهد اما در, در, کشورهای منطقه در کشورهای منطقه دیگه خود همین کشورهایی که امروزه جمهوری اسلامی به عنوان یک بلوک بلوک سوریه درخواست کرده ترکیه هست که مشکلات اساسی و جدی با جمهوری اسلامی داره عربستان به همین صورت قطر به همین صورت و مصر تا امروز با ایران رابطه به اون صورت نداره ببینین این وضعیت جمهوری اسلامی کلی ولی در مورد اپوزیسیون ایران من در برنامه قبلی هم اینجا مطرح کردم بازم اپوزیسیون ایرانی در هم در همچین موقعیتی هست موقعیتی که اون موقع خدمت ورز کردم اپوزیسیون ایرانی تا امروز نتونستن به یک آلترناتیو به منسجم و آمپسند ارائه بدن و این برمیگرده به اون تفرقی که در بین اپوزیسیون ایرانی وجود داره امروزه چندین بلوک هست چندین سازمان و تشکل هست که هر کدامشون در فکر ایجاد یک آلترناتیو هستن که بعضیشون این آلترناتیو میخوان در خارج از کشور سازماندهی کنن بعضی در داخل بعضی میخوان به صورت یک کنگره ملی ایرانی هم بعضی به صورت یک شورای براندازی و هر کدام به یک صورتی ولی متاسفانه تا امروز نتونستن به توافقی برسن و این ضعف اساسی هست که با توجه به اینکه مرگ بشار اسد حکومت بشار اسد، مقدمه مرگ جمهوری اسلامی خواهد بود این فضای خالی که ایجاد خواهد شد در دسری هست برای آینده ایران به همین صورت در تشکیل همچین آرترناتیوی آرترناتیوی سکولار دموکراتی که بتونه خودشو به جهانیان بشناسه واجب و ضروری هست و در این رابطه است که میبینیم در کردستان فعالیتهای زیادی صورت گرفته و اولین چیزی است که همطور خودتون در برنامه تو اشاره کردین توافقی است که بین حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایران ایجاد شده و این خود نبید بخش است بله اشاره داشتیم به توافق نامه و در ابتدای برنامه هم اشاره داشتیم به توافق نامه مشترک میان حزب دموکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران جنابالی در خصوص این صحبت کردید که در واقع اپوزیسیون ایرانی تا کنون یک الترناتیو عام پسند در واقع بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در واقع نداره ولی در مقابل در کردستان ایران که هم اپوزیسیون ایرانی هست و هم اپوزیسیون کردستانی دو حزب عمده ای کردستان ایران یک توافقنامه مشترک با هم امضا میکنند. آیا این توافقنامه اصلا در واقع من میخوام در خصوص کلیات این توافقنامه جناب علی صحبت بفرمایید که کلیات این توافقنامه چیست و چگونه این توافق در واقع به سمر نشست و چه شد که کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران در واقع این توافقنامه را با هم امضا کردند خاطرتون هست آقای پورکریم کریم که بارها در همین تریبون ما اعلام کردیم که مشکل اساسی ما چه به صورت نیروهای اپوزیسیون کرد چه به صورت نیروهای اپوزیسیون ایرانی نبود یک هماهنگی یک توافق اصولی هست که بین نیروها که بتونن زودتر و منسجمتر به نتایجی برسن که به صورت یک آلترناتیو یک بدیلی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشن اینو مرتب بارها اعلام کردیم و همینطوری در همین تریبون گفتیم که اولین کاری که هر حزب و سازمانی که امروز مدافع دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و حقوق ملیت ها در ایران باشه اینه که تشکیلات خودشو منسجمتر و هماهنگ‌تر به که از جمله حزب دموکرات کردستان و ایران یا کومل یا هر سازمان دیگه وظیفش این که در درون تشکیلات خودش بتونه به یک هماهنگی منسجم و یک باور قوی برسه و بعد از اون در کردستان ما باید بتونیم نیروی اپوزیسیون کورد و, و هماهنگ و منسجم تر کنیم و بعد از اون در سطح ملیت های ایران نیروی ملیت های ایران رو منسجم کنیم و بعد از اون در سطح سرتاسری به صورت یک آلترناتیو با نیروهای دموکراسی بتونیم به توافقاتی برسیم که این نتایجش نتایجی در بر خواهد داشت که یکی از نتایجش اولا ما در برابر جمهوری اسلامی هم صدا به هم خاص خواهیم بود و در برابر نیروهای مدافع آزادی در سرتاسر دنیا میتونیم با یک صدا با یک ادبیات صحبت کنیم تا تاریخچه یعنی در واقع البته ببخشید در واقع یعنی اشاره شما به این هست که یعنی وزن و سنگ کرد در واقع اپوزیسیون کرد در مقابل اپوزیسیون غیر کرد و ایرانی در واقع بیشتر خواهد بود ببینین توافقی که در کردستان بین احزاب کردی صورت بگیره خود به خود وزن کردستانو در مقابل اپوزیسیون و تحقق خواستاش رو در مقابل این اپوزیسیون نزدیکتر و محتملتر خواهد کرد و توافق اپوزیسیون ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی احتمال به سمر رسیدن خواستهاشون بیشتر خواهد کرد این مشخصه یعنی اگر ما به صورت انگشت باشیم به قول از دوستان نیروی تولید نخواهیم کرد ولی اگر به صورت مشت باشیم این مشت بسته انگوشا به هم فشورده باشند نیروی خواهد بود که میتونه ضربه کاری و اساسی رو به دشمن و مخالفین وارد کنه در مورد توافق بین کومالا به حزب دموکرات کردستان ایران میدونیم که سال هاست که ما قبلا با احزاب کردستانی احزابی که در کردستان ایران فعالیت میکنن در مقاطع مختلف مخصوصا با کومالا در مقاطع مختلف همکاری داشتیم با هم همکاری مقطعی در موارد مشخصی اعلامی مشترک نمیدونم درخواست اعتصاب عمومی و کاری از این نظیر با هم در مقاطع مختلفی داشتیم ولی مقطعی بوده نه به صورت عمومی و اتحادی فیما بین سا... حدود دوازده سیزده سال قبل بین اپوزیسیون و کرد همچین موضوعی مطرح شده بود که کرد باید به صورت یک جبهه نیروهاش رو منسجم کنه هماهنگ کنه و همدست بشه فعالیت خیلی زیادی از طرف ما از طرف خودمون میدانیم از طرف حزب دموکرات کردستان ایران چندین بار نشست های با نیروهای مختلف کردستانی انجام شده و گاه گدای این نشست ها نشست دو طرفه گاه گدای چند طرفه صورت پذیرفته ولی هر بار به عنوان یک مانع ایجاد شده و به نتیجه نرسیدیم در پنج سال گذشته بعد از اون یک موج انشعاباتی که در میان احزاب کردستانی صورت پذیرفت متاسفانه روند تشکیل جبهه کردستانی یا اتحاد بین نیروهای کردستانی بسیار مشکلتر و مانع ایجاد شده بیشتر شد به همین صورت خدمت عرض کنم اون کارهایی که در طرف احزاب مدافع همچین حرکت جبهه کردستانی بود چه با صورت تک حزبی چه به صورت دو, دو, نف... دو, حزبی یا به صورت جمعی ادامه داشت و مخصوصا بین حزب دموکرات کردستان و ایران و حزب کومله این این رفت آمده و این های مقطعی و همکاری مقطعی بیشتر شد ها در چند ماه اخیر که ناچارن این دو تا حزب با هم بعد از مشخص کردن هیئتی از دو طرف تونستن بر روی موانعی که موازی که از نظر دیدگاه و تحلیل سیاسی و خاصه با هم مشترک بودن به توافق برسن و همطوری که دیدیم که در 21 ماه اوت این توافق به امضای دو طرف رسید خدمت رو از کنم به نظر من به نظر شخص من این یک توافق خیلی مهم و حیاتی خواهد بود ولی شاه قبل از آن که به مسئله توافقنامه نامه بریم جناب علی اشاره داشتیم به اینکه ناچارن این دو حزب در واقع توافق نامی امضا کردن دقیقاً کرتن. چرا ناچارن در دقیقا. واقع به خدمت رو عرض کنم که میبینین که میدونی و اینو میدونستین که مردم کردستان مرتب از نیروهای سیاسی کرد درخواست همانگی و اتحاد رو داشتن بله. این, اتخ... این درخواست به صورتی بیان میشد که آشکارا در روزنامه ها در گفتارها در رفت آمده در همه جا این درخواستی بود که مردم از احزاب کردستانی داشتند و وقتی که مبانی هست در سر رای اتحاد همگانی تمام اعضاب با هم شروع کنید نباید دست از بقیه رو یعنی اگر ما ببینیم که با چهار تا حزب نمیشه با هم به توافق برسیم نباید از دو تا حزبی که با هم میتونن امروز با هم به توافق برسن و راه پیوست دیگران مسدود نشه چرا این کارو نکنیم بالاخره ال علل... علل... نباید بی صدا نشست و هیچ کاری نکرد تا وقتی که تمام احزاب کردستانی بتونن به همچین چیزی ملحق بشن احتمال داره که بعضی احزاب بعضی جریانات با بعضی از مواردی که در اینجا مطرح شده توافق نداشته باشن ولی مواردی که اینجا اومده مواردی هست که مردم کردستان این خواستشونو و اینو دنبال میکنن خب... یعنی من اگه خیلی خلاص خدمتو ارز کنم این دقیقا جوابی هست به مردم کردستان داده شده مردم کردستان از جنگ و خون روزی و از تفرقه بین احزاب کردستانی خسته شده بودن و این مقدمه ای هست که فکر می کنم یا باش باش به اونجا بریم که یک جبهه سرتاسری در آینده یعنی, یعنی واقعا این توافقنامه فکر میکنین نقطه امیدی است برای تشکیل یک جبهه متحد کردستانی من مواردی که در اینجا اومده بله فکر نکنم که کسی باشه و مدعی حقوق ملیت های ایران ملت کرد باشه بتونه با این مخالفتی داشته باشه و هر جریان و سازمانی که داریم صحبت میکنیم این خواسته ها رو به صورتی در برنامه خودش گنجانده و قاهان همچی چیزی است. در اونجا فکر میکنم این دوتا حزب دوتا حزب اصلی در کردستان ایران میتونن میتونن در آینده نزدیک با نشست و برخواست های با دیگر احزاب زمینه گسترش این توافق نامه رو بیشتر و گسترده راه برای احزاب دیگر هم باز سس... هست هیچ... به هیچ وجه در اینجا از پیوستن احزاب و سازمان ها و شخصیت های دیگر به این, به این اتحاد جلوگیری نشده و راه اومدنشون مسدود نشده بله و در خصوص این توافق نامه در واقع کلیات این توافق نامه میخواستم از جنوالی بپرسم که کلیات این توافق نامه در واقع بر چه مواردی تاکید داره همطوری که در توافق نامه اومده این در سه بخش عمده خودشو ارائه کرده یکی مقدمه ای هست که در این مقدمه دیدگاه های دو طرف و در مورد وضعیت امروز جهان ایران و کردستان بیان کرده و ضرورت ایجاد یک نیروی فعال در مقابل جمهوری اسلامی برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو مطرح کرده و از این مطقل وارد شده که یک اتحاد امروزه با ضروری است در مقدمه هم چی چیز اومده بعد از اون اصول کلی هست که در اصول کلی اون نقاط مشترکی که این دو تا سازمان به در با هم مشترک هستند و در این مورد مبارزه میکنند اینا رو بیان کرده و قسمت سوم وظایف این اتحادو قبل در قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی بیان کرده یعنی در سه مورد در سه یعنی وظایف پیش از تغییرات سیاسی و سرنگونی رژیم و اصول کلی هست و یک مقدمه بله و چیزی که خیلی مهمه شما اگر توجه در اینجا نوشته شده این پلتفرم مشترک به عنوان اصلی ترین دستور کار سیاسی در برابر تغییر و تحولات سیاسی معاصر در واقع بیانگر نوعی همپیمانی پیمانی میان این دو جریان سیاسی است مسلما چون اتحادی هست که بین دو تا سازمان در این مورد یک اتحادی هست در این مورد شما اگر نگاه کنین در اصول کلی که اشاره داره مواردی رو مطرح کرده مواردی که دو طرف اعتقاد به دارن اول چیزی که هست که اعلامه جهانی حقوق بشر سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد قانون اساسی که باید بر اساس اعلامه جهانی حقوق بشر نوشته بشه و بعد اون حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم ملی جغرافیایی که دو تا سازمان به اون اعتقاد دارن و در این راه مبارزه میکنن و بعد از اون سراغ اون کردستانی میره که حاکم بر سرنوشت خودش است ولی تأکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی های, آزادی های مشروع در اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان آزادی احزاب آزادی زنان آزادی کارگران و بعد تمام مسائل رو داره یک, یک حساب میکنه که به خاطر اینکه فردای کردستان ایران به چه صورتی باشد و مسئله دیگه خیلی مهمه به نظر من که این بیشتر برای مردم کردستان رو امیدوارتر خواهد کرد این که در اینجا تأکید شده که نه تنها دو تا سازمان با هم اختلافات خودشون از راه دیالوگ و نشست و برخاز با هم حل و فصل خواهند کرد بلکه سعی خواهند کرد برای دیگر سازمان ها هم از این طریق مشکلات بین سازمانی رو حل و فصل کنند بله اشاره داشتید به مسئله اختلافات در واقع حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران مدتی در واقع با هم جنگی داخلی داشتند آیا در این توافقنامه بحثی از مسئله آشتی میان این دو حزب و مسائلی که در آینده که در واقع ایران بعد از جمهوری اسلامی آیا اون موقع هم این امکان وجود نداره که جنگی ما بین احزاب کردستانی رخ بده ببینم. آیا اشاره به این مورد شده البته جنبالی اشاره داشتیم به این مسئله که سعی شده بحث این بشه که در واقع از طریق گفتگو بله. و دیالوگ بله. بله. خدمت بله. کنم که در ماده هفت بند هفت اصول کلی میگه دو طرف پایبندی خود را به حل مشکلات و مسائل سیاسی فی بین از طریق دیالوگ و به شیوه سیاسی آرام و به دور از هر گونه خشونت طلبی اعلام این مایند این دقیقا برمیگرده به اون تاریخچه تلخی که با هم داریم مهده. که چه امروز و چه فردای کردستان دو طرف متحد هستن به این و نه تنها خودشون متحد میگیرن بلکه همچنین این روش را برای کلیه نیروهای سیاسی کردستان ضروری دانسته و جهت تثبیت این اصل در سر سر کردستان تلاش میکنند من فکر میکنم این گامی هست گام مثبت و از این بعد دیگه باید بگیم که اون جنگ به قول جنگ برادر کشی که جنگ برادرکشی که در کردستان وجود وجود نخواهد داشت امیدواریم که این روش روش تمام نیروهای موجود در کردستان باشه و بتونیم از این طریق مسائل و مشکلات فی بین که من مطمئنم در آینده پیش خواهد اومد اینا رو از طریق دیالوگ و از روش سیاسی با هم حل و فصل کنیم بله به مسئله فدرالیزم ملی و جغرافیایی در واقع اشاره شده آیا هر دو حزب بر این باور هستند که فدرالیزم ملی جغرافیایی در واقع میتونه جوابگوی مردم کردستان در ایران باشه ببین در قبل از هر چیزی اعلام کردن که دو حزب معتقد به حق تعیین سرنوشت هستن یعنی مردم کردستان هر چیزی که بخوان در واقع در سرنوشت چیزی است ولی بعد این دو تا حزب با عنوان پرچمدار فدرالیزم ملی جغرافیایی معرفی میکنه و تا اعلام میکنه این دو تا حزب در تمام نشست ها و در تمام همکاری هایی که و در تمام طرف هایی که با هم صحبت میکنن از این طریق از این خاص دفاع خواهند کرد و سعی خواهند کرد که این خاص تو در تمام توافق نامه ها بگنجن این مسئله است که در من تا اونجا که میدونم برنامه حزب دموکرات کردستان ایران فدراسیون ملی جغرافیه برنامه کاملا به همین صورت یعنی چیزی بدعتی ایجاد نشده اینجا خواسته دو طرف هست و دو طرف هم در این راه فکر می کنم تا امروز مبارزه کردم و از امروز و بعدم با هم هماهنگ با هم در تمام محافل و مجامع بین المللی از این خواست دفاع خواهند کرد یک مسئله که خدمت رو عرض کنم غیر از اینکه مردم کردستان این خواست رو داشتن خواست اتحاد هماهنگی نیروهای سیاسی کردستان و به خصوص بین حزب دموکرات و کومله همچین خواستی رو مطرح می کردن ما که در خارج بودیم و در خارج هستیم دوستان غربی ما دوستان ما در خارج از کشور چه احزاب و سازمان های وابسته به اروپایی و آمریکایی و نمیدون چه سازمان ها و چه دوستان دیگه در هر جایی که هست که وقتی به عنوان هم، همکاری مسائل رو مطرح میکردن اولین چیزی که اونا مطرح میکردن این که کرد باید خواستش رو به صورت متحد مطرح کنه و, از این آیا استقبال شده از طرف غرب و آمریکا و کشورهای مسلمان که نمیتونه به صورت اعلامی از این پشتیبانی کنن ولی در نشست های از این بعد که میبینن که نیروهای اصلی در کردستان یک همچی خاصی رو مطرح میکنه که امیدوارم روزی باشه که بقیه نیروها به همچین اتحادی بپیوندند اون موقع دیگه بهانه به دست دوستان کرد داده نمیشه که بگه شما خاصتون رو هماهنگ و یک کاسه کنی که ما بتونیم از چی داریم دفاع میکنیم و از چی باید دفاع کنیم از این نظر فکر میکنم با اون وظایفی که قبل از سنگونی جمهوری اسلامی مطرح شده به صورت وظایف پیش از تغییرات سیاسی در ایران که در اونجا مشخص میکنه که حیعت های مشترک در تمام جاهایی که میرن با هم میرن در نشست ها با اپوزیسیون ایرانی مخصوصا شما میدونستیم و اینو بارها دیدیم که اپوزیسیون ایرانی به بهانه این که نیروهای کرد متحد نیستن نمیتونن با یک نیرو وارد مذاکره بشن برعکس میرفتن تک تک با هم صحبت میکنن و دوست داشتن نیروها رو منشعب کنن ولی که متحدتر شدن و از این نظر فکر میکنم که بهانه دیگه باقی نمونده و کرد الان به صورت یک پایگاه واحد اگر بقیه نیروهام هم در آینده به این ملحق بشن میتونه مسائلش رو مطرح کنه و حتما در این مورد پیشرفت خواهد کرد بله بنده به اشارهی داشته به وظایف پیش از تغییرات سیاسی و سرنگونی رژیم من میخواستم جنابالی در خصوص این وظایف در واقع توضیحاتی بدید که این وظایف چی هست که پیش از تغییرات سیاسی و سرنبین رژیم هست؟ این وظایفی هست که هر کدام از احزاب قبلا برای خودشون انجام دادن حزب دموکرات کردستان ایران در معرفی خواستهای ملت کرد به جوامع بین‌المللی در ارتباط روابط بین‌المللی خودش این مسائل رو مطرح کرده در نشست با اپوزیشن ایرانی از خواست فدرالیزم و خواست ملت کرد دفاع کرده و به صورت های مختلف در همه جا این چیزا رو مطرح کرده ولی امروزه در این اتحاد به این صورت مرشو که این دو تا سازمان با هم ضمن حفظ اون قواره تشکیلات خود وظایف خودشون اینو با هم پیش خواهند برد یعنی از این بعد در نشست های در کنفرانس ها سیمینار ها و نشست های و در جوامعی که چه در آمریکا چه در اروپا که این مسائل پیش بیاد هیئت مشترکی یا یک هیئت از طرف دو تا سازمان این مسائل رو مطرح خواهد کرد و اون موقع به عنوان نماینده این دوتا سازمان صحبت خواهد کرد در نشست ها با اپوزیسیون ایرانی در نشست با شخصیت ها و احزاب دیگر ایرانی به همین صورت این هیئت هیئت مشترکی خواهد بود یا یک هیئت خواهد بود که از طرف دو تا سازمان این صحبت رو خواهد کرد بله سیاست این دو حزب در واقع و سیاست مشترک این دو حزب در مقابل بخش دیگر کردستان ببینید در یک بندی همطوری که ملاحظه کردین در بندی اومده که این دو تا حزب در مورد بقیه بخش مخشای کردستان تداخل نخواهد کرد و به همین صورت توصیه میکنه دیگران هم در کردستان ایران تداخل نکنند و به همین صورت هیئت مشترک از این دو تا سازمان در نشست و برخاست با حکومت اقلیم کردستان که امروزه به عنوان یک حکومتی در اونجا مطرح است با هم نش... خواه... با هم یک در شرکت خواهند کرد به خاطر اینکه پایگاه و موقعیت کرد, کرد کردستان ایران رو بیشتر کنه بس. چیزی که خیلی مهمه در اینجا دقیقا مخالفت با تداخل نیروهای قسمت های کردستان در قسمت های دیگر است و فکر میکنم این یکی از اون مثبتی هست که قبلا ما با احزاب کردستان عراق چه تادی میهنی چه پارتی حزب دموکرات کردستان عراق حزب شیوعی و احزاب دیگه این توافق قبلا با هم داشتیم که به هیچ وجه در امور داخلی دیگران تداخل نکنیم و امیدوارم که این ماده ای که به این صورت اومده مورد توافق سایر بخش کردستان هم قرار بگیره بله جناب آقای حسینی اگه بر حال موضوعاتی هست علل خصوص بعد از گزینه تحریم ها گزینی که بیشتر بر این باورند که روی میز هست و بعد تحریم ها خواهد بود گزینه نظامی است این دو سازمان در خصوص یک حمله نظامی آیا پشتیبانی خواهند کرد از یک حمله نظامی یک نیروی خارجی به ایران خدمت رو ارز کنم که اون نیروی خارجی که قصد حمله به ایران داشته باشه اولا هیچ وقت از نیروهای اپوزیسیون ایرانی و از یک نیروی منطقه‌ای نه سوال خواهد کرد و نه درخواست کمک چون برای خودش همچین نیروی رو ذخیره کرده و همچین بینایی کرده که بتونه اون شیوهی که خودش لازم هست به اجرا در بیاره این از این نظر مم. یعنی خواهم بگم که در حمله به ایران به جمهوری اسلامی سوالی از احزاب اپوزیسیون ایرانی مطرح نخواهد شد و نیروهای اپوزیسیون ایرانی هم اون نیرو نیستن که بتونن در مقابل همچین حمله ای مقاومت کنن و دفاع کنن به طریق اولا در کردستان ما از جمهوری اسلامی چه خیلی دیدیم که بخوایم که نیروهامونو رو برای جمهوری اسلامی به کشت بدیم من فکر میکنم کنم این دوتا حزب به هیچ وجه از جمهوری اسلامی پشتیبانی نخواهند کرد بلکه موقعیت و غنیمت میشونن در همچی موقعیتی که بتونن حاکم بر سرنوشت کردستانی ایران میشن آیا واکنش هر دو حس همون واکنشی خواهد بود که در زمان جنگ ایران و عراق ما بین رژیم جمهوری اسلام ایران و رژیم بعث در واقع صورت گرفت آیا همون واکنش خواهد بود؟ در زمان به حمله در جنگ بین ایران و عراق، خاطرتون باشه، حزب دموکرات کردستان ایران از جمهوری اسلامی خواست که اگر حملاتش رو به کردستان قطع کنه و خواست مردم کردستان رو برآورد کنه، نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران هماهنگ با نیروهای جمهوری اسلامی علیه عراق وارد جنگ خواهد شد. ولی دیدیم که جمهوری اسلامی نه تنها جواب رد به این داد، بلکه حملاتش رو تشدید کرد و ما فارغ از اینکه بین ایران و عراق جنگ است مبارزات خودمون رو ادامه دادیم تا اونجایی که امکان داشت مبارزاتمون ادامه دادیم ولی یک نقطه مثبت در این مبارزه مسلحانه وجود داره و که ما نه آلت دست ایران شدیم و نه آلت دست عراق به هیچ وجه در این جنگ به نفع هیچ کدام از اینا وارد جنگ نشدیم امروز هم به همین صورت جنگی که پیش بیاد به همین صورت خواهد بود ولی موقعیت های مناسبی که پیش خواهد اومد از دست نقاییم داد با احتمال اینکه یک بار دیگر هر دو سازمان با هم در واقع وارد یک مبارزه مسلحانه بشن با رژیم جمهوری اسلامی آیا وجود داره؟ ببینید هیچ چیزی رو نمیشه با عام نفی کرد فکر میکنم اینو باید در موقعیت مناسب زمان مناسب و وضعیت مناسب بررسی کرد چون جمهوری اسلامی تا امروز آیا حزب دموکرات کردستان ایران و کومله اصلاحشون رو زمین گذاشتن الان؟ به هیچ وجه حزب دموکرات کردستان کومله رو به کار نمیبرن امروزه چون شیوه مبارزه به صورتی هست که امروز از اسلحه استفاده نمی کنن. روزی اگر روزی اگر این مسئله پیش بیاد و جمهوری اسلامی مثل گذشته نوع مبارزه رو باز هم بر جنبش کردستان تحمیل کنه فکر نکنه مردم کردستان دست به سینه بمونن و هیچ کاری انجام نده یعنی اگه شرایط ایجاب کنه در واقع احتمال این که مثلا وضعیتی مثل سوریه به وجود بیاد در ایران وضعیتی که الان اپوزیسیون سوریه در واقع در داخل با اون روبرو هست و داره مبارزه مسلحانه میکنه اینو, باید نمی کنه اینو باید در اون موقع صحبت کرد یعنی شرایط در واقع اگه ایجاب اون کرد اون شرایط که پیش اومد اون موقع میشه روش صحبت کرد بله خیلی متشکر جناب آقای حسینی اگه در پایان در خصوص این تفاهم نامه صحبتی دارین که در برنامه در واقع بحث نشده در مورد اون لطف بفرمایید که بفرمایید خیلی ممنون من فکر میکنم این اتحاد بین دو تا حزب کردستانی امیدوارم که مقدمه ای باشه برای تشکیل یک جبهه سرتاسری در کردستان و در این مورد از تمام شخصیت ها، سازمان ها و جمعیت هایی که روزامنگاران، روزنامه‌نگاران، در هنرمندان درخواست می‌کنیم که به صورتی از این اتحاد که خاص نام هست پشتیبانی کنیم به خاطر اینکه بتونیم اینو به صورت بیشتر گسترش بدیم و تمام نیروهای کردستانی رو شامل بشه بله خیلی متشکر از جناب علی جناب آقای شاه حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور خیلی ممنون مرسی بینندگان تلویزیون تیشک این بود برنامه صفحه دیگر تا صفحه دیگر همه شما را به خدا میسپارم شب خوشی داشته باشید بدرود خدا نگه.